اونچه که این روزها در افغانستان شاهد هستیم مشابهت هایی داره با اونچه که در روزهای اول انقلاب 57 در ایران رخ میداد. شما آیا چنین مشابهتی میبینید؟ خب این مشابهت، بعضی مشابهت ها شاید باشه، اما دو انقلاب است که از هم تفاوت دارد. در افغانستان گروه هایی که اگرچه در ایران هم وقتی که انقلاب آمد گروه ها و احزاب مختلف رو شرکت داشتند، اما بالاخره چون تمام مسجدهایی که در ایران موجود بود کمیته انقلابی شد، بنابرای گروه های دیگری خود در موقع خیلی ضعیف احساس کردند. گرچه سابق فکر میکردن که وقتی انقلاب آمد در اون وقت تمام این گروه ها ممکن است که یک حکومت تشکیل بدن. در اینجا نشنالیست ها بودند، فدایی ها بودند، حتی در زمانی که من در صدای با بعضی دوست ها صحبت کردم اینا فکر میکردن که این یک حکومت به وجود خواهد آمد که همه گروه هایی که در افغان در ایران میخواهند که تحول بیارن شرکت خواهد داشتن. اما بالاخره وقتی که انقلاب شد بالاخره یک دولتی بود که شکل انحصاری رو به خود گرفت. در افغانستان همچنین فکر میشد که طالبا البته در برای که یک چهره خوبتر از خود نشان بدن با فعالیت دیپلماتیکی که کردن و توهی وانمود کردن که اینها تغییر یافتند و اینا انحصار قدرت نمیخواهند و میخواهند که تمام گروه های سیاسی افغانستان در حکومت شامل باشند. وقتی که به قدرت رسیدن ببینن که نتیجه همون چیزی شد که بالاخره همون کسایی که یعنی در افغانستان در سالهای 90 مشکلات بزرگی رو برای افغانستان به وجود آورده بودند و بر منطقه و جامعه بین المللی، اونا پس روی کار آمدند. بنابراین حالا اگر این حکومت به این شکل خود دوام بکنه، سه چالش عمده در برابر قرار داره که حتی دوام اون رو به خطر مواجه می‌سازه. اولی که ای حکومت نمیتونه این بحران اقتصادی که در افغانستان آمده ایر چارش را بکنه یا در برابر این تدابیر لازم اتخاذ بکنه. دومی که اختلاف داخلی از اینا که موجود است، بعضی ها در این روزها صحبت از این میشه که بین گروه ها حتی گفتگوها و حتی مجادله شدید صورت گرفته. حالا این اختلافات میتونه حل بکنن یا نمیتونه حل بکنن؟ و سومی که رابطشان با جهان، رابطشان با جهان به این شکل حکومتی که آمده اینه به رسمیت گمان نمی کنم که بشناسه. این سه عامل بالاخره باعث از این میشه که یا ایست که تغییر باید بیاید، تغییر شدید در حکومت وجود بیاید، و یا ای که دوام زو و چالش کشیده میشه.